سهیل توکلی نامی آشنا برای بینندگان شب‌آهنگه. او نقاش و هنرمندی است که از زمان آغاز اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران حمایت خودش را از درخواست‌های مردم اعلام کرد و آثاری را در پشتیبانی از جنبش آزادی‌خواهی آنها پدید آورد. اما چندی است که آقای توکلی مجموعه تمرهایی را با مضمون جنبش سبز منتشر کرده که به تصویب اداره پست آمریکا هم رسیده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته. یعنی شما در آمریکا میتونید نامه ها و یا بسته های خود رو با استفاده از این تمرها به سراسر جهان بفرستید. امشب درباره همین تمرها صحبت میکنیم. آقای توکلی به شما سلام میکنم و درود میفرستم. مرسی از اینکه در شهر نیویورک با ما همراه هستید. سلام عرض میکنم آقای بهنوت عزیز و همینطور به همکارانتون و بینندگان محترمتون. آقای توکلی، ما در برنامه‌های گذشته درباره افکار شما و آثارتون صحبت کردیم. میدونم خیلی از بینندگان ما در جریان کاراتون هستن، ولی سپاسگزار میشم به صورت خلاصه برای ما توضیح بدید چرا شما ظرف ماه‌های گذشته از جنبش سبز حمایت کردید. برای شما پشتیبانی از جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران چه معنا و مفهومی داره؟ آقای مکری، خیانت بسیار بزرگی به مردم ایران شد و بعد از اون خیانت در انتخابات فاجعه بزرگی رخ داد. نمیشد ساکت موند. من به عنوان یک ایرانی وقتی که وارد میدون شدم، برای دفاع از جنبش وارد نشدم، اول برای دفاع از هویت فردی خودم وارد شدم. من یک ایرانی ام و به عنوان یک ایرانی یکی از مالکین اون سرزمین هستم و اینکه حکومتی که در واقع میشه گفت مثل مستاجر میمونه برای یک خانه اینطوری خیانت بکنه، جای سکوت نداره. به نظر من زندگی رو خیلی شیرین میبینم، ولی اینکه بعد از یک همچین اتفاقی، یعنی سکوت در برابر یک چنین خیانتی، سایه سنگینی روی میندازه و شیرینیش رو میگیره. این بود که من وارد میدون شدم و از هر ابزاری در جهت حمایت از این جنبش که آرزوهای کودکی من بود، آرمانهاش، استفاده کردم. آقای توکلی، شما اخیراً از تعدادی از آثار نقاشی خودتون استفاده کردید، مجموعه تمرهایی رو در آمریکا منتشر کردید. اصلاً درباره انگیزتون از این کار صحبت بکنید. چرا تصمیم گرفتید تا یه مجموعه تمر در حمایت از همین جنبش منتشر کنید؟ به سراغ این ایده رفتین؟ بله، تمر من از ابتدا، از خیلی قبل، همیشه تمر رو خیلی با ارزش می‌دونستم. تمر حتی از اسکناس هم ارزش بیشتری داره از نقطه نظر تبلیغاتی که توش هست، چون اسکناس در درون یک کشور چرخش داره، ولی تمر میتونه به خاطر قراردادهای بین‌المللی که بین کشورهای مختلف هست، یک تمر اگر بتونه مجوز چاپ از هر کشوری بگیره، بقیه کشورهای دنیا موظف هستن که اون تمر رو در چرخش قرار بدن. و من وقتی که در واقع با نقاشی هام که تاریخچه جنبش رو نشون میداد، در سه فصل اول در واقع فضاهای رویدادهایی که اتفاق میفته و قسمت دوم آرزوهای بعد از پیروزی جنبش که به خاطرش ایجاد شوق من میکشیدم، به این نتیجه رسیدم که فکر خوبیه برای اینکه من بتونم، اول میخواستم حتی همه اینا رو تمام کنم، ولی با نامنگاری های متعدد و که بحث مفصلی داره، من نهایتاً 12 تا اینا رو تونستم مجوز بگیرم که بتونم اینا رو به چاپ برسونم و از این طریق ما بتونیم پیام صلح و آزادی رو به دنیا ارسال بکنیم. پیام صلح و آزادی که با پرچم های سبز و در واقع میشه گفت پیام آور جنبش سبز هستش، بتونیم به دنیا پژواکی از جنبش سبز رو داشته باشیم که چه آرمانهایی داشت و چه اهدافی داشت. آقای توکلی، چطور هماهنگی های لازم رو با اداره پست آمریکا انجام دادید؟ ظاهرا این تمرهای شما تصفیب شده و تمر رسمی هست، یعنی در این کشور میشه ازش استفاده کرد. چطوری مرحله دشوار رو ازش عبور کردین؟ بله، ببینید آقای مطری، این که شما بتونید یک تمری از وقایع جنبش در یک کشوری چاپ بکنید تقریبا غیر ممکنه، شاید خیلی دشوار باشه، چون مسائل سیاسی ایجاد میکنه بین کشورهای مختلف و تبعات بسیار زیادی خواهد داشت. ولی نقاشی های من به جهت اینکه به صورت در واقع از طریق هنر این زهر سیاسیش گرفته میشه، البته من سیاست رو
اینجا زهر عنوان میکنم، منظوری بعدی ندارم، ولی برای پیشبرد کارهای من، برای پیشبرد این طرح‌ها که بتونه به انتشار برسه و به واقعیت به پیونده، اینجا سیاست میتونه مانع باشه. ولی خب طرح‌ها چون بار فرهنگی دارن و این زهر سیاسیش گرفته شده، میتونه که این معنی و محتوایی رو که میخواد سیاستی رو خط بزنه نداره. در واقع این طرح‌ها پیام‌آور آزادی هستن و صلح هستن و من تونستم اینها رو به تدریج از طریق نامه‌نگاری‌های متعدد بقبولونم. البته خیلی از طرح‌های من قبول، خیلی از نقاشی‌های من قبول نشد. اونهایی که تجاوز رو می‌گفتن، اونهایی که زد و خورد، حتی اگه جای خونی بود در نقاشی اون تصویب نشد و فقط تعدادی از اینها رو که اگه بخواید من حتی میتونم چند تا از سوال جواب‌ها رو براتون بگم که چه سوال‌هایی شد و خیلی جالبه که من با چه پاسخ‌هایی با اینها مواجه شدم و نهایتاً تونستم تا امروز 12 تا اینها رو از این فیلتر عبور بدم، که البته لازم به گفتنه که یکی از این 12 تا بعد از اینکه حتی چاپ شده و دست من رسیده، دوباره دیروز من نامه‌ای دریافت کردم که باید یه سری سوالات در مورد اینها بگم، چون این طرح‌ها قانونی هستن و طرح‌های واقعی هستن و نباید ما حساسیت داریم و بایستی که بدونیم که در واقع این چه هدف و چه منظوری داره، که من یه سری پاسخ برای اون طرح دادم. اون طرح طرح زندانی هستش و از من پرسیدن که این چه منظوری هست، چه منظوری برای این طرح داشتی. من عنوان کردم که این طرح انسانی رو نشون میده که از آزادی و از آزادی محرومه، در واقع از زاویه دیگه ای بهش نگاه میکنم برای که بتونم این رو از فیلتر چاپ عبور کنم. خب به همین طرح‌ها بپردازیم، البته متاسفانه زمان نداریم خب راجع به جزئیات تمام این آثار صحبت بکنیم، ولی به صورت کلی شما چه طرح‌هایی رو انتخاب کردید؟ یعنی از نظر سمبولیک به دنبال چه ویژگی‌ها و ارزش‌هایی رفتید که اون رو به صورت تمر منتشر کنید؟ ببینین بنو جان، این طرح‌ها در واقع طرح‌هایی که اینجا انتخاب شدن، اول اینکه بار فرهنگی دارن، یعنی ما در این طرح‌ها هفت سین رو می‌بینیم. به عنوان مثال من طرحی دارم که در میدان آزادی هفت سین بسیار بزرگی چیده شده. خب این هفت سین تا حالا در ایران اتفاق نیفتاده. این هفت سین اولین هفت سین آزادی ایران خواهد بود در این تخیل، در این دید من که مردم ایران از سراسر در تمام میادین شهرها هفت سین‌های خودشون رو میارن و سفره‌های رنگین با سکه و شیرینی و شربت و سبزهای بسیار با سبزها کنار هم چیده میشه، یک بارچه میشه و جشن بزرگی قبل از سال تحویل گرفته میشه. و بعد از اینکه این جشن تموم شد، این سفره‌ها میتونه بین افرادی که توانایی و استطاعت اینی که هفت سین زیبایی در خونه‌شون داشته باشن، اینا بین اونها تقسیم میشه. یعنی در واقع یک مفهومی از جشن رو من در این نقاشی دیدم. این نقاشی قطعاً هیچ بار سیاسی نداره و میتونه از فیلترهای هر کشوری برای چاپ عبور کنه. تمر دیگه ای دارم به عنوان مثال که لاله های سرخ رو نشون میده که از کف خیابان های شهر رویدن، در واقع آسفالت ترک خورده، صبح که مردم پنجره هاشون رو باز میکنن میبینن همه خیابون ها پر از لاله های سرخه. این تمر نمادی است از بچه های ما که در کف خیابون کشته شدن و خونشون در خیابون جاری شد. منتها در این تمر هم نه خونی دیده میشه نه تجاوزی دیده میشه، ولی به صورت نمادین نشون میده و بعد به همین جهت این میتونه عبور کنه. تمری دارم که حافظیه رو نشون میده با پرچم‌های سبز که مردم شادی میکنن. خب این ببینید، خود جنبش سبز پیام خودش رو به دنیا داده. حالا این تمر میتونه با ظرافت از تمام موانع عبور کنه و به صورت یک سمبولی از جنبش سبز به دنیا ارائه بشه. و تمرهای دیگه که اگه بخوایم من میتونم، حتی الله اکبر رو ما داریم، تمری داریم که مردم روی پشت بوم‌ها دارن الله اکبر میگن. من اسم این تمر رو گذاشتم فریادها و برای اینکه حساسیت خاصی ایجاد نشه و این تمر هم تونسته از این فیلتر رو عبور کنه. یا تمری دارم که تمری هست داریم که مادران عزادار رو در میدان ولیعصر روی زمین نشون میده نشستن و شمع روشن کردن. ببینید خود همین تم در واقع پیامی از صلح، پیام جنبش سبزه، پیام صلح و آزادیه که میتونه در واقع این پیام رو همه مردم دنیا دوست دارن. همه دولت‌های دنیا هم نمیتونن دلیلی بیارن که این
پیام داده نشه. در واقع همه کشورهای آزادیخواه، تمام کشورهایی که پرچم آزادی دارن مثل آمریکا، از این حمایت میکنه و من تونستم از این طریق عبور کنم. آقای توکلی، برای بینندگان ما توضیح میدید که چطور میتونن این مجموعه تمرها رو تهیه بکنن و ظاهرا شما قیمتی برای اون گذاشتید که اون رو میفروشید، این مبلغ صرف چه کاری میشه؟ یعنی چه هزینه هایی داشته که شما به این صورت قیمت روی تمرها گذاشتید؟ بله، ببینید، تمرهایی که در آمریکا چاپ میشه برای اینکه در داخل آمریکا چرخش داشته باشه هر کدوم 44 سنت هزینه است و برای که خارج از آمریکا اگر روی کارت پستال شما بخواید یه کارت پستالی رو به ایران پست کنید که اون طرف دنیا هستش باید 61 سنت تا الان پرداخت بکنید. یعنی ما دو سری تمر باید چاپ کنیم. ولی من در حال حاضر تمرهای 44 سنتی رو ارائه دادم. این تمرها هزینه‌ای که به اینها میخوره، چون من الان به این صورت اینا هستش که به صورت شیت به شیت بایستی پرینت بشه در اختیار مردم قرار بگیره، اینکه یه هزینه‌های اضافه میشه به این، از جمله خود پست آمریکا به خاطر اینکه این تمرها کاستوم هستن و سفارشی هستن این تمرها رو گرون میکنه و چیزی حدود 80 سنت خواهد شد در تا اینجا، و هزینه‌های مثل پست، هزینه‌های مثل شیپینگ و پست، اینها بهش اطلاق میشه و در حال حاضر من ارزون ترین قیمتی که برای این تمر خود در آوردم شیتی 28 دلاره که این تمر در واقع چیزی جز سیستم ازش دریافت نمیکنه. ولی اگر ما بتونیم در واقع اسپانسرهایی پیدا بکنیم که این تمرها رو در تیراژ بالا سفارش بدیم، هزینه پستی اینها کم میشه و به ما تخفیف میدن، چون بالای 101 شیت تا 4 دلار رو هر شیت به ما تخفیف میدن، این خودش یک مقدار زیادی از هزینه رو کم میکنه. یعنی ما میتونیم هزینه رو الان در حال حاضر 1.40 دلار هر تمر بکشونیم به 90 سنت، شاید 80 خورده‌ای، و 40 سنت باقی رو ما اگه بتونیم از طریق افرادی که میتونن این رو تقبل بکنن و اسپانسر این پروژه یا این کمپین بشن، به نوعی این جنبش بشن، این جنبش درون جنبش، و بتونیم این تمرها رو با قیمت خودش، یعنی با قیمت 44 سنت یا 61 سنت به دست مردم برسونیم، من فکر میکنم استقبال گسترده‌ای بشه و ما بتونیم به عنوان مثال در یک روز به خصوص مثل عاشورا یا سال نو، عید نوروز، 2 میلیون ایرانی رو در آمریکا مجاب کنیم که اینا رو روی پاکت سفید یا روی کارت پستال بچسبونن و روش پیام خودشون رو بنویسن و به هر جای دنیا که میتونه عنوان بشه، به عنوان مثال سازمان ملل متحد یا حتی خود ایران، پست ایران یا هر جای دیگه ای، اینا پروژه‌ای خواهد بود که قابل اجراست در صورتی که حمایت بشه، و در اون صورت ما قادر خواهیم بود که این تمرها رو در پوشش چاپ مرکزی آمریکا ببریم که اون وقت دیگه این هزینه اسپانسر هم کم میشه و این تمرها با 44 سنت در دفاتر پست آمریکا، در تمام دفاتر پست آمریکا میتونه به دست مخاطبین برسه. آقای توکلی، 1 دقیقه فرصت داریم. من این کنجکاوی رو دارم، برای مثال اگه کسی الان این طرح رو بخره، روی پاکت بذاره، به ایران بفرسه، فکر میکنید واکنش اداره پست ایران چیه؟ چه شرایطی پیدا میکنه؟ ببینید، همونطور که خودتون هم میدونید تو این 1 دقیقه زمان کوتاه، ما وقتی که 1000 نفر جلوی سازمان ملل قرار میگیریم، واکنشش به اندازه 1000 نفره. اگه 1 میلیون نفر جلوی سازمان ملل قرار بگیریم، اجتناب ناپذیری که تمام تلویزیون‌های دنیا نمیتونن این خبر رو پوشش ندن. تمر هم همینطوره. اگر ما 1 دونه تمر بفرستیم، اگه من تمام تمرهامو بیام به ایران بفرستم، نه صدایی، نه کسی میفهمه، تمرهام میره توی زباله‌دونی پاکت‌های من. ولی اگر توسط یک جریانی که معرفی شده باشه و یک دستگاهی نظارت بکنه که ما داریم این تمرها رو میرسونیم، به نظر من جمهوری اسلامی موظف طبق قراردادهای بین‌المللی این پاکت‌ها رو در چرخش داخل ایران قرار بده و قطعا میتونه چالش ایجاد بکنه، میتونه انرژی زیادی برای جنبش ایجاد پیدا بکنه، و خیلی ظریف، این کاغذهای کوچیک چسبدار بسیار بسیار ظریف هستن ولی میتونه خیلی اهمیت داشته باشه. خیلی سپاسگزارم از شما سهیل توکلی که امروز با ما بودید. دوستانی که میخوان اطلاعات بیشتری داشته باشن میتونن مستقیم به وبسایت شما مراجعه کنن. با سپاس فراوان. خواهش میکنم، خیلی ممنونم از شما.